سلام بر شما، خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. هفته که گذشت یک بار دیگر پر بود از نشانه هایی که به ما میگفت گفتگویی در راه است و حرف های ناشی از اینکه گفتگویی در کار و در راه نیست. امشب میخواییم درباره آنچه در هفته گذشته در صفحه شطرنج ایران و آمریکا اتفاق افتاد صحبت کنیم و ببینیم آیا میشود از نشانه ها دریافت که چه اتفاقاتی پشت صحنه در جریان هست. قبل از معرفی مهمانان یادآوری کنم که شما هم میتونید از طریق تلگرام بی بی سی فارسی بی بی سی شما با ما در تماس باشید، اگه سوالی دارید از مهمانان برنامه بپرسید و در بحث امشب شرکت کنید. برای میزگرد امشب دامون گلریز، پژوهشگر صلح بین الملل و مدرس مدرسه عالی لاهه از همین شهر با ماست. و اینجا در استودیو دو مهمان داریم، امیر طاهری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب و فرخ نگهدار تحلیلگر و فعال سیاسی. اما پیش از شروع این میزگرد با مهمانان گفتگوی خواهم داشت با هنری روم، پژوهشگر ایران در گروه آراسیا از واشنگتن با ما. آقای روم، این هفته در نشست جی 7 اتفاقاتی افتاد که خیلی ها رو شوکه کرد. ارزیابی شما چه بود؟ Sure. Well, thank you for having me. بله، ممنونم که من رو دعوت کردید. اتفاق اصلی که در اون جلسه گروه هفت افتاد این بود که فرانسه به دنبال یک راه حل دیپلماتیک است و نشانه هایی بود که ترامپ نشون میداد که حاضره که توافق کنه برای اینکه بیاد و شروع بکنه، مثلا اینکه یک خط اعتباری با ایران باز بکنن. بنابراین به نظر من پیشرفت های حاصل شد، ولی اینکه آیا توافقی و مذاکره مستقیمی بین آقای روحانی و ترامپ شکل بگیره و توافقی که آمریکا هم در اون باشه، هنوز فکر می‌کنم که ما به اونجا نرسیدیم. خیلی محتمل نیست. وضعیت سیاسی داخل ایران و همینطور آمریکا ایده توافق مذاکره مستقیم رو انقدر سخت کرده که به همین دلیل من شک دارم که چیزی از این صحبت‌ها به دست بیاد. ما در مورد وضعیت ایران و وضعیت سیاسی ایران مناظره‌ای داریم بعد از صحبت با شما، اما از شما میخوام وضعیت سیاسی آمریکا رو بپرسم. آیا برای دونالد ترامپ حیاتی هست حل مسئله ایران در آستانه انتخابات؟ رهبر ایران میگه که آمریکا نیازمند این مذاکره است. شما چی فکر میکنید؟ نه، من فکر نمی کنم این درست باشه. آقای ترامپ در طول انتخابات در زمینه ایران حرفای عجیب و غریبی زده، از یه طرف به یه طرف دیگه میره، ولی میخواد نشون بده که قویه. مثلا قیمت نفت چندان بالا نرفته و در آمریکا هم جایی وجود نداره که مثلا از رئیس جمهور آمریکا بخواد که کارهایی بکنه که در واقع ایران رو به دست بیاره. بنابراین ایران نقش چندان بزرگی بازی نمی‌کنه در انتخابات آمریکا، ولی بخش‌های دیگه‌ای هم وجود داره، مثلا در افغانستان، اینکه در اون مورد مثلا بتونه جنگ رو تمام بکنه، ولی ایران چندان پرطرفدار نیست در آمریکا. بله، اونو میتونیم بگیم اون نمیخواد در شرایطی باشه که در واقع دیگران او رو بگن که تو نامزد ضعیفی هستی. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، گفته که فقط دونالد ترامپ نبود که باعث خروج آمریکا از برجام شد، و گفته هر کس دیگه هم بود ممکن بود که آمریکا از برجام خارج بشه. آیا شما هم چنین فکری میکنید؟ نه، من فکر نمی‌کنم اینطور بود. من فکر می‌کنم اگر هیلاری کلینتون رئیس جمهور بود، ما شرایط سیاست خارجی محکم‌تری رو شاهد بودیم در مقایسه با آقای اوباما، ولی او خارج نمی‌شد از توافق برجام به خاطر اینکه در حزب دموکرات کسانی هستند که فکر می‌کنم ما می‌تونیم فشار بسیار زیادی بر ایران وارد بکنیم، در حالی که اونها رو در قالب توافق هم نگه داریم. این چیزی بود که آقای ترامپ از اول می‌خواست انجام بده، ولی مسئلهش با اون برجام بود که مسئلهش این بود که خب اون رو دولت قبلی بهش رسیده بود و فکر میکرد که اگر در اینکه ایرانی ها فکر میکنن که اگر آقای ترامپ ببازه اون وقت دوباره بازگشت به توافق خواهد بود. نه، من کاملا با صحبت های آقای عراقچی مخالفم در این مورد.
آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها گفته نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم. من دیدم که شما چندی پیش در یک مصاحبه تلویزیونی که داشتید خیلی نگران بودید از این که واقعا جنگی در راه باشه. هفته ها گذشته، آیا کماکان نگرانی رو دارید؟ مسئله مهمی رو اشاره کردید. من نگرانی هام امروز کمتر از اون چیزی که هفته پیش بود. فکر میکنم مسئله اینه که همین که دارن راجع به دیپلماسی صحبت میکنن، همین که درسته که نرفتن دو طرف با هم صحبت کنن، ولی بهتر از اینه که اینا در مورد جنگ صحبت بکنن. فکر میکنم این که رهبر ایران و همینطور آقای ترامپ گفتن که جنگی نخواهد شد بین دو کشور، فکر میکنم این خیلی مهمه که تاریخ به ما نشون میده که وقتی دو تا کشور نمیخوان وارد جنگ بشن ممکنه این اتفاق بیفته. بنابراین همیشه این نگرانی وجود داره، ولی همین که صحبت ها در مورد دیپلماسی داره شکل میگیره اتفاق و هیچ گونه محاسبه اشتباه رو کمتر میکنه و احتمال جنگ کمتر میشه. هنری روم، پژوهشگر ایران در گروه اوراسیا از واشنگتن، ممنونم از اینکه در بحث ما شرکت کردید. صحبت های ایشون رو شنیدیم، خیلی ها دیگران هم با این نظر موافق هستند. نظر شما چیه آقای طاهری؟ آیا از جنگ فاصله گرفتیم؟ بله، من فکر می‌کنم هیچ وقت به جنگ نزدیک نبودیم که فاصله بگیریم. البته می‌دونید جنگ جنبه‌های مختلفی داره. جمهوری اسلامی و ایالات متحده سال‌هاست یا در نزدیک به 40 ساله که در سطح تبلیغاتی و دیپلماتیک و اقتصادی در حال جنگ هستن. ولی اگر منظورتون نه زد و خورد واقعی، زد و خورد تیراندازی و اینا هست، نه، برای اینکه از دید آمریکایی‌ها ضروری نیست. سیاستی که آقای ترامپ داره اعمال میکنه فشار شدیدی بر جمهوری اسلامی گذاشته، استخونهای جمهوری اسلامی رو داره میشکنه و صداشو همه دارن میشنون. جمهوری اسلامی هم امکان اینو نداره از نظر نظامی که بتونه با ایالات متحده روبرو بشه. بنابراین فکر یک جنگ با گلوله و نمیدونم هواپیما و اینا مطرح نبوده و نیست. آیا نگهدار، نظر شما آیا اصلا مطرح نبوده؟ آیا سایش دور شده؟ نظر شما چی؟ نه خب البته خطر جنگ که همیشه در ملاحظات و محاسبات رهبران سیاسی در هر دو کشور لحاظ می شده و آمادگی می گرفتند که اگر اتفاقی افتاد امکان دفاع داشته باشند یا امکان مقابله داشته باشند. ولی من هم با نظر آقای طاهری در این باب که خطر جنگ هیچ موقع انقدر جدی نبوده که سیاست رو تحت تاثیر قرار بده موافق هستم، اما اینکه فشارهای اعمال شده از طرف ایالات متحده آمریکا اون حد میتونه باشه که استخونهای ایران رو بخواد بشکونه، اینجور که در کلام آقای طاهری بود، نه، وضعیت اینجور نیست. بعد از اون بحرانی که ما در چند ماه پیش در زمینه ارزی داشتیم، شاید یک سال پیش شروع شد و چند ماه پیش ادامه پیدا کرد، به نظر میرسه ایران موفق شده روندهای اقتصادی رو به حدی تا حدی کنترل بکنه و ما مثلا یک نمونهش تفاوت قیمت قیمت ارز در بازار آزاده که ما میبینیم نه تنها بالا نرفته بلکه کمی هم پایین آمده. بنابراین به نظر نمیرسه که سیاست فشار حد اکثری در آینده نزدیک بخواد به یک گشایش بزرگ یا یک شکست بزرگ، گشایش از طرف آمریکا و شکست از طرف ایران منجر بشه. داستان ادامه داره. آقای گلیروز، نظر شما؟ ببینید، فقط به نظر من وقتی میشه از موضوعی به نام جنگ خیلی جدی صحبت کرد به معنی حمله نظامی که جمهوری اسلامی به سمت ساخت بمب هسته‌ای حرکت بکنه. اگر برای تسلیحات هسته‌ای بخواد اقدام بکنه، چیزی که این گام‌های فاصله گرفتن از توافق برجام که 5 سپتامبر هفته آینده بخش سومش هست، اون وقت میشه در مورد موضوعی به نام جنگ جدی صحبت کرد. تا قبل از اون به نظر من بیشتر یه هیاهوی رسانه‌ای است. فکر می‌کنید حرفایی که آقای صالحی زده، گفته به زودی یک خبر خوش می‌شنویم در مورد مثلا راکتور عراق و بحث‌های از این دست، میتونه اون نقطه‌ای باشه که تحریک کننده باشه؟ بستگی داره که این صحبت‌ها در واقعیت به خصوص توسط آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای چجوری گزارش بشه و همچنین میدونید سابقه نداشته در این 40 سال درجه کیفیت و کمیت نفوذ اطلاعاتی که امریکا و مشخصا هم اسرائیل در داخل ایران دارن
و خبرهایی که اونها برسونن در این ارتباط که آیا این حرکت‌ها تاکتیکی است طبق صحبت‌های آقای ظریف قابل بازگشت، یا اینه که حرکت‌های استراتژیک و تصمیمات سیاسی همونجور که عرض کردم در مورد ساخت سلاح هسته‌ای انجام بشه. امروز به طور مثال یکی از سومین آزمایش موشکی ماهواره‌ای که عملاً میشه از طریق اون استفاده کلاهک هسته‌ای ازش کرد ناموفق بود. این سومین در سال گذشته که به نظر میرسه که این برمیگرده به اختلالاتی که سرویس‌های اطلاعاتی و سایبری انجام دادن طبق گزارش نیویورک تایمز. متوجه هستین از این جهت بستگی به این داره که آیا این تصمیم استراتژیکه برای ساختن بمب هسته‌ای یا اینکه نه به صورت تاکتیکی برای اینکه فعلا بتونن اروپایی‌ها رو زیر فشار بگذارن. راجع به فشار روی اروپایی‌ها صحبت کردیم. در اجلاس جی 7 اتفاقاتی افتاد همونطور که صحبتش هم کردیم با آقای روم که خیلی ها فکر می‌کردن که داریم به یک نقطه گفتگو نزدیک میشیم. حرفی که آقای مکرون زد، آقای مکرون رئیس جمهور یک کشور مهم اروپایی هست و گفت که تا هفته‌های آینده میتونیم شاهد گفتگوی آقای روحانی و آقای ترامپ باشیم. ولی بعد نشانه‌های دیگری گرفتیم. آقای نگهدار فکر می‌کنید چرا اینطور هست؟ چرا هیچ وقت یک صحبت در واقع قابل اعتمادی از هیچ یک از کسانی که درگیر این ماجرا هستند نمی‌تونیم بشنویم؟ من با اینکه در اجلاس جی 7 در بیاریتس یک تفاوت جدی در رفتار آقای ترامپ با ایران و در حاصل این کنفرانس نسبت به سال گذشته که در کبک کانادا این اجلاس برگزار شده بود به وقوع پیوست کاملا موافقم و همه شاهد این بودند که اون تقابلی که بین اروپا و بین ترامپ در کبک وجود داشت و حتی عکسی منتشر شد که همه رو حیرت زده کرد که چرا اینجوره، این تبدیل شده به نوعی تا حدی همکاری. من اجازه میخوام ازتون چون ما صدای آقای مکرون رو داریم، صدای آقای ترامپ هم داریم، بذاریم بشنویم بعد شما صحبتتون یادتون نره راجعش صحبت کنیم. امروز صبح رئیس جمهور روحانی گفت آماده است با هر رهبر سیاسی در جهت منافع ملی کشورش دیدار کند. این چیزی بود که با آقای ظریف و تلفنی هم با آقای روحانی گفتم. اگر او موافق دیدار با آقای ترامپ باشد معتقدم که میتوان به توافق دست یافت. هیچ پیش شرط و مخالفتی نباید باشد و تنها باید دور یک میز جمع شویم. امیدوارم بر اساس گفتگوهایم با آنها در عرض چند هفته آن را عملی کنم. صحبت‌های آقای ترامپ رو هم داریم، بذارید اون رو هم بشنویم. اگه وضع مناسب باشه، درست باشه، با این ایده موافقم. اما در ضمن ایران باید بازیگر خوبی باشه. میفهمین که منظورم چیه. اونا نمیتونن چیزایی که میگفتن انجام بدن، برای اینکه اگه اون راه رو برن با نیروی واقعا سختی روبرو خواهند شد. راه دیگری نیست. دقیقاً. خیلی خوب شد که اینو پخش کردید، چون این نشون میده اگر ما به یک سال پیش نگاه بکنیم میبینیم که یک تغییر فاحش در برخورد آمریکا و در برخورد غرب کل جی 7 با ایران داره اتفاق میفته. به نظر من، یعنی تحلیل من از وضعیت این هست که در اون روزی که این صحبت ها شد و با مقدماتی که برقرار شد، دستگاه اجرایی ایران به شمول وزارت خارجه معتقد میشه که تغییر اتفاق افتاده. بنابراین واکنش مثبت نشون میده. ولی نهادهایی که از دورتر با سیاست خارجی و وقایع در تماس هستند هنوز تصمیم نگرفتند که آیا این تغییر رو بپذیرند یا نه. و چون مسئله یک مسئله تصمیم گیری برای قرن هست. سر خود آقای ظریف فلان میشه میره در اون اجلاس شرکت میکنه؟ نه، من فکر نمی‌کنم که سر خود بوده. ولی زمان را اگر در نظر بگیرید که چند ساعت تنها فاصله بود بین اینها، این که یک اجماعی در این فاصله چند ساعتی صورت بگیره که واکنش مثبتی در این زمینه داشته باشیم یا نه، به نظر من زمان کافی نبوده که رهبر جمهوری اسلامی ایران و عقبه قدرتمندی که دارن بتونن این انعطاف و چالاکی رو از خودشون نشون بدن که واکنش در خلاء لحظه از خودشون نشون بدن. این به نظر من یک اشتباه بزرگ و یک فرصتی رو از دست داده ایران. ایران میبایست واکنش مثبت رو همون جوری که روز اول آقای روحانی گفت ادامه میداد. نظر شما چیه آقای؟ خیلی موضوعی زیادی مطرح شد اینجا.
آیا شما هم موافقید که یک در واقع نشانه های بسیار مثبتی از طرف اروپا و آمریکا به ایران داده شد برای مذاکره در اجازه رو؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه این عقیده رو ندارم. ببینید اروپا، یا من امروز هم با فرانسوی ها صحبت کردم، گفتم ما همچنان دنبال این هستیم که شاید یک برخورد سازنده‌ای بین آقای روحانی و آقای ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در همین چند هفته آینده صورت بگیره. ولی میدونی اروپایی‌ها فکر میگن که، یعنی اون چیزی که همشون به من میگن این است که ما جمهوری اسلامی رو مثل مرض قند میمونیم که قابل میدونیم چون که قابل علاج نیست، ولی میشه با دوا و اینا نگرش داشت، نمیکشتتون. آمریکایی‌ها و گروه آقای ترامپ فکر میکنن که این مثل سرطان میمونه، ممکنه باید بکشد. بنابراین دو تا راه حل مختلف است، یا این با این مرض قند مماشات کنیم، چون میدونی یه رژیم عجیب غریبی است که به هر حال میدونی نمیخوره به دنیای امروز، یه وصله ناجوری است که مثل وصله های ناجور دیگه، مثل اتحاد شوروی، مثل چین ماویستی، ولی اینا به هر حال از بین خواهد رفت. بنابراین حالا مماشات بگیریم، این برنامه فرانسه، ولی هیچی به این جمهوری اسلامی نمیدن اینا. یعنی میدین تمام این وقت امروز آقای عراقچی گفت تمام حرف مکرون رو چجوری تو ما توجیه میکنید؟ اینکه امانوئل مکرون رئیس جمهور یک کشور مهم اروپایی میاد میگه اینا قرار هست که چند هفته دیگه داره مرض قند و داره مرض قند و تریت میکنه به قول انگلیسا، داره دعوا چه فایده ای داره در این دعوا؟ از این ستون به اون ستون فرج 40 ساله که جمهوری اسلامی رو اینا تو بازی آوردن که از یه حدی فراتر نره، کارهای عجیب غریبی که ممکنه بکنه نکنه، دوباره یه موج تروریستی در اروپا راه نندازه همونجوری که قبلا راه انداخته بود. یعنی این مرض قند رو زیر کنترل گرفتن. ولی به نظر من مشکل اساسی همونجوری که آقای نگهدار گفت در داخل جمهوری اسلامی است، به این معنا که جمهوری اسلامی مثل دکتر جکیل و آقای هایت میمونه. یعنی دو تا نیرو وجود داره، یکی کسانی هستن که میخوان جمهوری اسلامی مثل کره شمالی بشه، دنبال اقتصاد مقاومتی، نمیدونم خودکفایی. امروز هم آقای خامنه ای صحبتش اگه بخونی مثل صحبت های کیم ایل سونگ میمونه. یه دی این اصلا صحبت ها امروز منتشر شده، میدونید که این صحبت ها الان اتفاقا میخوایم پخشش بکنیم، چون صحبت ها صحبت هایی هست که پارسال همین موقع ها در آستانه اجلاس سازمان ملل صحبت انجام شده بود، دوباره سایت های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرد. آقای خامنه‌ای میخواد ایران بشه کره شمالی، آقای رفسنجانی میخواست ایران بشه مثل چین زمان دنگ شیاوپینگ، یعنی یه رژیم سیاسی سفت و سخت ولی اقتصاد باز و همکاری با ملل. این بین این دوتا تا دار دسته حاکم بر ایران نتونن موافقت کنن در حالت آچمز خواهند بود. و به نظر من یه نکته دیگه بگم که به نظر من نگهدار به اینا خدمت نمیکنه، با اینکه بگه نه چیزی نیست و وضع اقتصادی هم خوبه و اینا، دلگرمی بهشون ندین، اینا واقعا برای خودشون هم بده، یعنی دارن گندشو در میارن. خب میخوام بگم الان دفاع کنی یا بعد از کلیپ؟ نه یعنی یک لحظه باید بگم، من نمیگم که بهشون حمله کنین، ولی واقعا درست نیست بگی آقا با وضع مردم خرابه، وضع اقتصاد خرابه، ایران بی آبرو شده، در داخل دار دسته حاکم دعوا هستش، وزیر خارجه ایرانی مثل یه درویش دورگر داره میره افتخار میکنه که با یکی از وزرای خارجه لیبی عکس گرفته. آخه این واقعا در شأن ایران نیست. بله. دو نکته رو من در صحبت‌های ایشون میگم، یکی این که در شأن آقای ظریف هست این رفتاری که میکنه یا نه، از نگاه محافل اصلی قدرت در دنیا فکر کنم از نادر وزرای خارجه ای باشه که حرکت اون رو جدی میگیرند، روش حساب میکنند و طرف مذاکره قرار میدن. هیچ یک از وزرای خارجه ای ایران تا امروز یک همچین موقعیتی در صحنه بین المللی نداشته. اما در مورد اون تحلیلشون که میگن کمک بکنم به مردم ایران که بدبختی هاشون رو بفهمند، اتفاقا به عنوان یک تحلیلگر سیاسی من و آقای طاهری وظیفه داریم اون چه که در صحنه آینده ممکنه اتفاق بیفته اون رو با مردم در جریان بگذاریم. ما اگر بخواهیم به عنوان یک رهبری که میخواد
مردم را بسیج کنه و به خیابون بیاره، باید تحریک کننده حرف بزنیم. ولی اگر بخوایم به مسابقه یک تحلیلگر در اینجا بشینیم و با مغز سرد صحبت بکنیم، باید واقعیت ها رو به اونها بگیم. واقعیت ها این نیست که ایران در عرض چند ماه آینده اونجوری که آقای طاهری میگن استخوناش خورد بشه و به عجز بیفته، به زانو بیفته و بعد هم بخواد صحبت بکنه. نه، اینها واقعیت ها. من خواهش میکنم اجازه بدید آقای گلریز رو هم وارد این بحث بکنیم. خیلی وقت ساکتن. نظر شما چیه آقای گلریز؟ آقای نگهدار معتقدن که ایران وضعش، خیلی های دیگه هم البته اینو میگن که از پارسال وضع بهتره، امسال وضع بهتره تا پارسال، ولی آقای طاهری نظرشون مخالف این هست، میگن صدای شکستن استخونهای ایران رو میشه شنید. یه مقداری بستگی داره که شما وضع بهتری رو چجوری بخواید تعریف بکنید. اگر ما بخوایم به واقعیت ها نگاه بکنیم، نفتکش ایرانی که الان مدتی آزاد شده سرگردان در دریاها در حال چرخیدنه. فروش نفت ایران که بودجه ایران طبق بودجه آخر آقای روحانی بیش از 40% وابستگی نفتی داره، اگر نه بیشتر باشه، 90% فروش نفت کاهش پیدا کرده. همینجور در داخل ایران هر روز خبر میرسه از دعواهای جناحی که وجود داره. اسرائیل به عنوان دشمن جدی جمهوری اسلامی که قرار بود با خاک یکسان بشه، در حال حاضر نه فقط در ائتلاف دریایی تنگه هرمز شرکت کرده، بلکه داره هر روز نیروهای شیعه رو در لبنان، در عراق، در سوریه مورد حمله قرار میده تا اینکه در آینده حالا چه پاسخی بگیره. و همچنین امریکا، اگر ببینید در این یک سال گذشته به نظر من ما نگاه بکنیم، آیا این جمهوری اسلامیه که منزوی تر شده؟ آیا این جمهوری اسلامیه که بیشتر زیر فشار اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی قرار میگیره؟ یا اینی که این امریکاست؟ ببینید اینستکس، بذار اروپا رو ما به عنوان مثال قرار بدیم، اینستکس به عنوان یک بانک مالی که قرار بود دلالی بکنه برای جمهوری اسلامی، حتی کمتر از 4 میلیون دلار پول داره توش. یعنی چی؟ یعنی اینه که روابط تجاری ایران و اروپا که در اوج خودش با فروش نفت به 20 میلیارد دلار میرسید، با 4 میلیون دلار اونم بعد از 2.5 سال برجام هنوز نتونستن راه بندازن. خب این واقعیتهایی روی زمین. حالا ما میتونیم از این ور توی اروپا بشینیم و بگیم که مردم تورمی که آقای ظریف خودش میگه 70% نرخ ارز، نرخ ریال در مقابل دلار کاهش داشته. خب اینا واقعیتهایی که خودشون دارن میگن. من نمیدونم چجوری باید این واقعیت رو من یه نفرم اونه دو نفر برای ما دو بازم مذارت میخوام قرار بود من جا خواهیم شما پارتی بازی میکنی یه نفر یه نفر اونچه قایبه دو نفر به یه نفر نه ببینین من اولا نگفتم که ایران به عجز و لابه و اینا میفته. من اصلا همیشه میگم اولا استخوناش میشکنه. نه گفتم صدای شکستن استخوناشو داریم میشنویم. نگفتم به عجز و لابه میفته و نگفتم هم ایران، گفتم جمهوری اسلامی، چون ایران برای من یه چیز دیگه یه داستان دیگه. ولی الان ببینین امروز فرانسوی‌ها گفتن که هفته آینده جمهوری اسلامی یک هیئتی میفرسته به تهران، به پاریس، برای این ترتیب این به اصطلاح برنامه آقای ماکرون رو بده و پیش ببره اگه ملاقات قرار بشه. ولی در این هیئت آقای ظریف نیست. یعنی آقای ظریف رو که اینقدر ازش تعریف کردین، گفتین وزیر خارجه بی‌نظیری بوده و فلان اینا، در مقایسه با سایر وزرای خارجه ایران نداره، ولی در حال حاضر ایشون رو گذاشتن کنار. بعد آقای خامنه ای هم که گفته که مطلقاً صحبتی نخواهد شد، نه رئیس جمهوری نه این آقای ظریف. ببین این واقعا درست نیست. یعنی شما که دوست جمهوری اسلامی هستین نصیحت خیرخواهانه بهشون بکنین، بگین بابا دور هم بیاین این کارا رو نکنین، یه سیاست مشخصی داشته باشین، اینقدر دشمن تراشی نکنین، اینقدر یالانچی پهلوان بازی در نیارین، اینقدر دوی علی گلابی نگیرین. آخه این چه بساطیه؟ به حرف من گوش نمیکنن چون میگم من مخالفشم، ولی حرف شما رو ممکن به کار میبرن، ولی ممکن حرف شما رو گوش کنن چون میدونه دوستشون داری. من که دوستشون ندارم. اولا من به عنوان یک تحلیلگر سیاسی دوست همه کسانی هستم که تصمیمات سخت و دشوار میخوان بگیرن. باید به همه اونها گفت که آقا اگر شما میخواید اول چند بار گز کنید بعدن ببرید، این کار رو باید در رابطه با همه نیروها کرد. من دوست بله با آقای ترامپ هم همینجور، با آقای ترامپ هم من نوشتم. بله لطفا شما چون اجازه بدید وقت من رو با هم نصف نکنید چون صدای دو نفر رو بس میشنفن. بذارید آقای نگهدار صحبت کنم. بفهمید آقای نگهدار. بله
باید به همه گفت که تصمیم درست که در جهت ایدئال‌های درازمدت‌تر شما هست چه هست؟ اینها رو باید یاد داد. به عنوان اپوزیسیون وقتی که ما اینجا می‌نشینیم، یک خطری که همیشه ما رو تهدید می‌کنه این هست که در ارزیابی نیروهای طرف مقابل که ما رو تحت سرکوب قرار میده، ما رو زندان میندازه و ما رو انواع و اقسام محدودیت‌ها رو برای ما درست می‌کنه، دست کم بگیریم. نبینیم چه اتفاقی داره میفته. ما 40 سال بیانات رهبران اپوزیسیون ایران رو از روز اول انقلاب، به خصوص نیروهای طرفدار سلطنت و مجاهد رو بگذارید، ارزیابیشون از وضعیت جمهوری اسلامی ایران ببینید، همیشه دست پایین گرفتن قدرت طرف مقابل رو. من از این تجربه گرفتم، میگم بنشینیم واقعیت ها رو ببینیم، بر اون اساس سیاست گذاری بکنیم. اما در مورد ایشون که میگن که ما این تحریم ها اثر کرده، اقتصاد ایران رو تحت فشار قرار داده، کاملا حرفای درستی میزنن. بحث من این نبود که تحریم ها اثر نکرده. اگر تحریم ها اثر نکرده بود که این همه کشمکش و این همه تلاش از طرف مقامات جمهوری اسلامی انجام نمیشد. حرفشون درسته. بحث ما این بود که این تحریم ها اون خواستهایی رو که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو و آقای دیگران که تیم بی آقای ظریف بهش میگه برآورده میکنه یا نه. من میگم نه. آقای دامون من نفهمیدم گفتن آره یا نه. شما منظورتون این استش که اون فشار حد اکثری که آقای ترامپ الان اهدافی که در مقابل خودش قرار داده آقای ترامپ در چشم انداز نزدیک برآورده میشه یا نه؟ من نشنیدم آقای گلریز گفتند آره یا نه. آقای گلریز، من گفتم نه. من نفهمیدم استدلال برای نه چیه؟ استدلال شما برای اینکه نه چیه؟ البته گفتن پیشتر، گفتن که مثلا دلار وضعش اونقدر خراب نیست که پارسال بود. واقعیت نداره. واقعیتی که من عرض کردم خدمتتون، ایشون تایید کردن اینه. ولی اینی که آیا هی حاضر، یعنی الان همین الان اتفاق بیفته، چه عجله‌ای هست برای این کار؟ آقای ترامپ قراره که 2020 دوباره وارد انتخابات ریاست جمهوری بشه. کسی که زیر فشار هست، دولتی که زیر فشار هست، دولت آمریکا نیست، دولت جمهوری اسلامیه. و برای این کار ببینید، الان امریکا دقیقاً اومده استراتژی رو دنبال میکنه به نام صبر راهبردی. احتیاج به این نداره که بخواد خیلی تلاش بکنه. کسی که باید تلاش بکنه این وسط جمهوری اسلامیه. سفرهای آقای ظریف، واکنشی که قراره که حزب الله نشون بده، واکنش شبه نظامیان، همه اینها نشون دهنده اینه که یک آمادگی به نظر من حرکت میکنه که بعداً در مورد اینی که حالا به کجا بخواد این داستان برسه وقت میخواد. این تازه یک سال هستش که اینا فشارها رو زیاد کردن. صحیح. اجازه بدین ما این صحبت های آقای خامنه ای بشنویم. از این نظر که آقای خامنه ای اونجا میگه، بذارید بشنویم چی میگه. اونی که اون ظاهر سازا بودن اونجوری عمل کردن ما. اینا که آدمای وقیه، متحتک، پرروی، صریح، شمشیر از روبندن، با اینا چه مذاکره، چه اصلا معنی نداره. آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی نداره با اینا مذاکره کردن. اینا البته اینم میدونید، شما شاید بهتر از من بدونید که آمریکایی‌ها احتیاج دارن به مذاکره با جمهوری اسلامی. دولت‌های آمریکا، هم اون دولت قبلی، هم این دولت، هم دولت اسبق، اینا همشون احتیاج دارن که نمایش بدن که ما جایی مثل جمهوری اسلامی رو کشوندیم پای میز مذاکره. این چیزیست که نیاز دارن. اون روزی که اوباما موفق شد تلفنی با آقای دکتر روحانی صحبت بکنه، جشن گرفتن اینا اونجا. آقای گلریز، شنیدید؟ میگن که آمریکایی‌ها احتیاج دارن، نیاز دارن به گفتگو با ایران. ببینید، آمریکا سیاستی رو که دنبال میکنه بر مبنای دوست و دشمن تقسیم نمیشه. آمریکا با طالبانی که از توش القاعده اومد بیرون و 11 سپتامبر رو رقم زد، مذاکره میکنه و در حال مذاکره است، حتی به توافقهایی هم رسیدن. آمریکا با کشوری که میدونید مثل ونزوئلا، یعنی در حال حاضر در یک نوع انقلاب خاموشی هستش، داره مذاکره میکنه. آمریکا با ولایت فقیه کره شمالی هم مذاکره میکنه، ولی ولایت فقیه ایران هستش که عملا جرأت این رو نداره که از یه طرف، میدونید یه تناقضی هم هست این وسط، و این تناقض برمیگرده به اون متافیزیک شیعی که اینها دنبال میکنن. و این تناقض به اینجا برمیگرده، از یه طرف میگن ما خیلی زور داریم، ما در خاورمیانه
از نظر راهبردی عمق راهبردی داریم و آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، از یه طرف جرئت نمیکنند مذاکره کنند. خب این تناقضی این وسط. آمریکا که خیلی راحت میگم حتی با القاعده هم مذاکره میکنه. روی حساب من فکر میکنم یعنی فکر الان آمریکا آماده مذاکره است، ایران مذاکره نمیکنه. چون مثلا از اون ور مثلا بلافاصله بعد از صحبت آقای ترامپ از آقای پمپو و آقای بولتون حرفای دیگه ای شنیدیم. آقای بولتون گفت تا ایران میخواد انقلابی گری بکنه، تا رهبر ایران انقلابی گری میخواد بکنه، مشابه این حرفا رو بزنه، ما باش حرفی نداریم بزنیم. ببینید آمریکا دنبال مذاکره است. امروز خبری اومد از این طرف که حتی خود آقای عراقچی میدونید قاسم سلیمانی و ظریف رو یکی کرده و گفته که هیچ فرق نمیکنه که با کی مذاکره بشه. ایران دنبال بهانه میگرده که مذاکره نکنه در حال حاضر، ولی آمریکا دنبال مذاکره است واقعا. و این 12 شرطی که مطرح شده آخر قضیه نیست، بلکه موضوع گفتگوست. این تناقضی رو که وجود داره عرض کردم خدمتتون که از یه طرف میگن ما ابرقدرتیم در خاورمیانه، ما قدرت منطقه‌ای هستیم، موشک داریم و آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، از یه طرف جرئت نمیکنن مذاکره کنن، در صورتی که آمریکا میگن با القاعده هم مذاکره کرده. میگن ایران میخواد نمیخواد، آمریکا میخواد. مشکل مذاکره ایران و آمریکا به اندازه خود انقلاب ایران اهمیت داره. تصمیم میخواد نمیخواد این آدم و اون آدم نیست، یک روند تاریخیه که 40 سال پشتش 1000 چرخش نهفته. درست. چرا این مذاکره اینقدر دشواره؟ چرا؟ برای اینکه اگر این مذاکره صورت بگیره و روابط ایران و غرب به طور کلی بهبود حاصل بکنه، ایران به مثابه یک کشور قدرتمند در این منطقه خاورمیانه یک نوع دوری از جبهه چین و روسیه پیدا خواهد کرد و همپیوندی اقتصادی مثل ترکیه تا حدی با دنیای غرب پیدا خواهد کرد و منافع استراتژیک و تاریخی اساسی برای غرب خواهد داشت. اونها علاقمند هستند که 10 سال دیگه نگذره همین وضعیت ادامه پیدا بکنه و ایران دیگه سیر تحولی که به لحاظ نظامی، به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی رتی میکنه غیر قابل بازگشت بشه. یعنی ایران کلن در یک بلوک دیگه قرار میگیره. انگیزه های اصلی غرب برای اینکه مذاکره با ایران صورت بگیره به نظر من این هست. به لحاظ داخلی اگر بخواد که همچین تحولی صورت بگیره، تناسب قدرت در بعد اجتماعی و در بعد سیاسی به نفع نیروهایی که الان کنترل قدرت رو در دست دارند نخواهد بود و به هم خواهد خورد، به نفع کسانی که میخواند گشایشی در رابطه ایران با غرب به وجود بیاد. بخش‌های شهری، اقشار میانی، اینها در انتخابات بعدی رو خواهند برد و از اون مهمتر ممکنه وضعیت رهبری جمهوری اسلامی هم بعد از این گشایش به طرف دیگری بره و رهبری هم به سمت گشایش با غرب کشیده بشه. فکر نمی کنید واقعا این اتفاقات همین چند ماه اخیر دست کم اون در واقع جناح‌هایی رو که ما معمولا فکر می‌کردیم اینا ممکنه اختلاف نظرهایی داشته باشن در سطوح بالای جمهوری اسلامی، همون مثلا اشاره‌ای که شما اول کردید، یک گروهی هستن که فکر می‌کنن با غرب لازم هست که مذاکره بشه و نزدیک بشیم، یک گروه دیگه‌ای هست که فکر می‌کنن که نباید این اتفاق بیفته، خیلی به هم نزدیک شدن. الان صحبت آقای عراقچی رو بشنویم، می‌شنویم که خیلی شبیه صحبت آقای مثلا سلیمانیه. صورت مسئله کاملا روشن هست. مذاکرات ما با اروپایی ها هست برای اینکه اونها بتونن خواسته های ما رو در برجام تأمین بکنن. ما هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم، این رو خیلی صریح به همه اونها گفتیم. دلیل ما هم خیلی دلیل کاملا منطقی و روشنی. هیچ کشوری تحت فشار، اون هم فشار حداکثری که آمریکا داره اعمال میکنه، تمر مذاکره نمیده. اگر وقتی که فشار حداکثری وجود داره شما برید به سمت مذاکره، این در حقیقت مذاکره تسلیم، مذاکره واقعی نیست که. موضع ما کاملا روشن هست. اگر بخواد مذاکره صورت بگیره آمریکا باید برگرده به برجام، باید تحریم‌های خودش رو برگردونه، تحریم‌های خودش رو برداره تا امکان مذاکره مثل سابق که در چارچوب 5+1 ما برای اجرای برجام با آمریکایی‌ها مذاکره داشتیم ممکنه در همچین شرایطی به وجود بیاد. ولی تا آمریکا سیاست خودش بر فشار حداکثری رو تغییر نده هیچ مذاکره بین ما و اونها صورت نخواهد گرفت. آقای گلجوس، آقای عراقچی میگن که شما میگید آمریکا با همه داره مذاکره میکنه، خب ایران هم یکیش. اینا میگن آقا این فشار رو بردار، ما مذاکره میکنیم. خب این یعنی پیش شرط دیگه. این فشار قبلا هم در مورد برنامه هسته‌ای بوده و کسی که داره این فشار رو میبینه و اتفاقا متوجه میشه که فشار داره جواب میده، طبیعتا این فشار رو قبل از اینکه این مذاکرات مطرح بشه و اون اراده، ببین من از این جهت با آقای نگهدار موافقم که لازمه
لازمه تصمیم سیاسی در ایران یک تصمیم حاکمیتی و استراتژیکه که این تصمیم باید این اراده رو داشته باشه که میخواد چجوری در آینده روابط خودش رو با آمریکا و با دنیا نشون بده و رقم بزنه. تا وقتی این تصمیم گرفته نشه کار خیلی سخت میشه. بعد اگر این تصمیم گرفته بشه طبیعتاً اون وقت من فکر میکنم که آمریکایی‌ها انعطاف بیشتری نشون خواهند داد، حتی در مورد نقش ایران در خاورمیانه، همون نقشی که ایران در زمان شاه عملاً در خاورمیانه داشت. یعنی ایران در خاورمیانه در اون مقطع زمانی با کشوری که 8 سال جنگ کرد وقتی که جمهوری اسلامی اومد سر کار، در زمان شاه تونست قرارداد الجزیره به صدام تحمیل بکنه و همچنین بقیه کشورها. و این صحنه ای هست که لازمه‌شون تصمیمه و این تصمیم رو نمیشه با تناقضات جلو برد، نمیشه با استراتژی راهبردی که با یک راهبرد پاندولی که از امروز تا فردا 24 ساعت که میگذره صحبت‌های آقای روحانی و آقای ظریف با همدیگه در تناقضه. این سیستم فقط باعث میشه که جمهوری اسلامی از نظر گفتمانی در درون نیروهای ایدولوژیک خودش هر روز ریزش بیشتری داشته باشه و این تسلیم عقب میفته، این کرنش عقب میفته، ولی از بین نخواهد رفت چون که این فشارها خیلی خیلی جدیه و در حال افزایش پیدا کرده. من فکر کنم اینجا یه هماهنگی صحبت‌ها رو شاید هستیم بین شما و آقای نگهدار، علی‌رغم تصور من بالاخره یه زمانی این هماهنگی ایجاد شد، این که هر دو معتقدین که این عدم تصمیم گیری در داخل ایران باعث شده که نتونن در مورد این گفتگو تصمیم بگیرن. 40 سال هست که این وضع ادامه داره، ممکن هست که خیلی سالهای دیگری هم ادامه داشته باشه و وضعیت یک ملت هست که دائما دچار یک مشکل عمده‌ای هستند به خاطر اینکه بقیه دنیا باشون مسئله پیدا میکنن دیگه. یعنی در واقع شما یه سری حاکمانی دارید که بقیه دنیا اینها رو باشون مسئله دارن. ببینید هیچ حکومتی نیست که بقیه دنیا باش مسئله نداشته باشه. شما روابط ایران و آمریکا رو نگاه، آمریکا و اروپا رو نگاه کنید، روابط آمریکا با چین رو نگاه کنید، بین آقای پوتین و بقیه دنیا نگاه بکنید، دولت سوریه، دولت عربستان سعودی، این مسائل همه جای دنیا هست. یعنی موافق این دید نیستم که ایران، نظر آقای طاهری رو گفتن، یک نخود آش شده یا یک چی میگن تافته جدا بافته شده و خیلی فرق میکنه با دیگران. این دید افراطیه که ما داشته باشیم. واکنش آقای عراقچی رو که شما نشوندید من مایلم یک جمله دربارش بگم. اولین نتیجه فشار حد اکثری این هست که مؤلفه‌های قدرت در ایران که قبلا وقتی این فشار نبود تفاوتشون بارز بود، اینا کم رنگ میشه. اینا گارد میگیرند و میخوان یک پوز متحدتری در ویترین تلویزیون ها از خودشون نشون بدن. خب خیلی طبیعیه. پوز متحدتر آیا میتونه نزدیک بکنه جمهوری اسلامی رو به یک نظر متحد؟ چون اون چی که ظرف هفته گذشته می‌بینیم باز همین تغییرات لحظه‌ای در گفتار و کردار بین در مقامات جمهوری اسلامی که نوعی تغییر و چرخش در رفتار آقای ترامپ به وجود میاد، انتظار من این هست که واکنش‌های نامتقارن ببینیم و دیدیم هفته گذشته. وقتی که اون صداها ساکت در خارج و فقط یک صدای فشار حد اکثری خرد کننده استخوان‌ها میاد، واکنش طبیعی طرف مقابل این هست که از موضع ترس و تهدید و حتی سرکوب مخالفان در داخل، بیم و نگرانی جمهوری اسلامی از اینکه مخالفان من، منقدان من در داخل چه میزان برای من تهدید هستن، وقتی به حد اکثر میرسه که اون فشار حد اکثری به حد اکثر برسه. صحیح. از طرف دیگه ما میدونیم که دلایلی که آقای ترامپ از برجام خارج شد این بود که میگفت ایران دست و بالش رو در منطقه پهن کرده، هر کار دلش میخواد در منطقه میکنه. اون چه که الان در منطقه میبینیم چی به ما میگه آقای طاهری؟ آیا ایران با تحت این فشاری که حالا درش قرار داره دست و پاشو در منطقه جمع کرده یا نه؟ ببین اول در مورد اینکه جمهوری اسلامی، من نگفتم تافته جدا بافته است، گفتم یک موجود عوضیه در دنیای امروز. 57 کشور با اکثریت مسلمان وجود دارن، تماما با ایالات متحده رابطه خوب دارن، با هیچ کم دعوا ندارن. 6 تا جمهوری اسلامی ما داریم. جمهوری اسلامی آقای نگهدار چیز نیست، به اصطلاح تنها جمهوری اسلامی نیستش.
جمهوری اسلامی دیگه هم از پاکستان، از افغانستان، از موریتانیا، از سودان، از همشون روابط خوب دارن. بنابراین این یه رژیم عوضیه، اینو باید بفهمیم. اگه اینو نفهمیم به هیچ جا نخواهیم رسید. و اگر هم طرفدار این رژیم هستیم باید بهشون نصیحت بکنیم. یه قسمت از صحبت‌های نگهدار برای من دلگرم کننده بود، اینه که نصیحت کنیم که آقا یه ذره بساط خودتون رو جمع کنین، یه ذره مثل بچه آدم رفتار بکنین. شما سالهاست که با آمریکا مذاکره میکنین. اولین مذاکره با آمریکا رو آقای نبوی، بهزاد نبوی کرد که میدونین با آقای وارن کریستوفر نتایج خوبی هم داشت. بعد مذاکراتی که بعد از غرق نیروی دریایی ایران به وسیله ایالات متحده شد 1988 میلادی روز 18 آوریل. یعنی مرتب در این مدت که مذاکراتی که از طریق عمان کردن، از طریق سوئیس کردن، و همین آقای ظریف که اخیراً در نیویورک بود با یکی از نزدیکترین دوستان تجاری آقای ترامپ 2.5 ساعت در منزل سفیر جمهوری اسلامی در اونجا صحبت کردن، با 2 تا سناتور آمریکایی صحبت کرد، با انواع اقسام. یعنی این درست نیست که در تهران کسانی نیستن که میخوان مذاکره کنن، هستن، ولی خودشون رو در موضع ضعف میبینن و ما کمک نکنیم که موضع اونا رو ضعیف‌تر کنیم با گفتن اینکه نه آقا انشالله گربه است، هیچ اتفاقی نمیفته، آمریکا هیچ غلطی نمیکنه. مقاومت بکنید. همین چند دقیقه پیش با انتقاد از موقعیت آقای ضعیف، آقای ضعیف احتمالاً یکی از همون افرادی است که قصد مذاکره داره. بله، ولی ضعیفش کردن برای اینکه هی میرن میگن ما نمیدونم پیروز شدیم و اصلا اینا رو لازم نداریم و قدرت ما فلان شده. ضعیف بیچاره هم میاد به اروپایی‌ها و اینا میگه که آقا جون این ایران در حال انتقال، این آقای خامنه‌ای که همیشه زنده نیست، شما میتونید منتقل بشین، به ما کمک کنید فلان. تا اونا میان بکنن بلافاصله یه عده‌ای پیدا میشن میگن نه آقا شما که برنده شدین. البته این حرفایی که شما زدین احتمالاً اگه به گوش مقامات در ایران برسه که آقای ظریف همچین حرفایی میزنه جون سالم به در نخواهد برد. نه در چیز با معذرت شما که متخصص گذاشتن چیز هستین، صحبتاشو در کانسل آن فارن ریلیشنز تو نیویورک بذارین لطفا. اون کلیپو ما الان نداریم. نه دارین، خودتونم پخش کردین. یعنی الان نداریم. مقالهشو در نیویورک تایمز بذارین. مقالهش در نیویورک تایمز که نوشته اولا اسم محمد انداخته، چون محمد اسلامی، جواد ظریف، بعد وزیر خارجه ایران، نه اسلامیک ریپابلیک، و اینا اصلا مطرح نیستش. یک کلمه اسم آقای خامنه‌ای هم توش نیست، یک کلمه هم از انقلاب اسلامی توش نیست. یعنی میخواد واقعا بیاد توی دنیای امروز، و این چیز انتقادی ازش نیست. یعنی واقعا نماینده یه طرز فکری است در داخل جمهوری اسلامی که میگن یه جایی مثل بقیه انقلابا باید این پرونده انقلاب ببندیم. تبدیل بشیم به یه دولت. چون الان به هر حال دولت‌های آمریکا هم دارن سعی میکنن که جلوی ایران رو بگیرن از اینکه این نظریات انقلابیش رو صادر بکنه. یکی از دلایلی که آقای ترامپ از برجام اومد بیرون این بود که میگفت ایران داره سعی میکنه هر کار دلش بخواد تو منطقه بکنه. الان که فشارها رو حداکثری کرده، ایران دست و پاش جمع شده تو منطقه. نه ببینید، اینم واقعا ظالم است، برای اینکه الان ایران، من حالا این اگه بگم ممکنه بریزن سرم، در حال حاضر ایران در منطقه در وضع مظلوم قرار داره. هر روز اسرائیلی‌ها دارن میکشنشون. طبق آخرین آمار بنیاد شهیدان و نمیدونم جانبازان فلان، اینا 4800 تا ایرانی تو این جریان سوریه و لبنان کشته شدن. اسرائیلیا میان میزنن داغونش رو میکنن. ایران هم چون نیروی هوایی نداره که پوشش بده به این نیروهاش، هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط شعار میده و مرگ بر آمریکا. اینا میگه یعنی از نظر اقتصادی ایران زیر فشاره، از نظر نظامی زیر فشاره، از نظر تبلیغاتی زیر فشاره. یعنی این همش باخته. آخه این چه کاریه؟ میشه مثل اون یارویی که هم کتک رو خورد، هم پیازه رو خورد، هم پوله رو داد. این سیاست بدیه. برای نگهدار، برای خود دوستان شما هم در تهران این سیاست بدیه. آقای نگهدار اینجا خیلی باسه. نه من از چیزی هم نمیگن دائم به عنوان نماینده جمهوری اسلامی. نه نماینده جمهوری اسلامی نیست، سمپاتیزانه. من از حضورش استفاده میکنم برای اینکه یه نصیحتی بکنه به این آقایون. من فقط قبل از اینکه حالا بحث جلوتر بره، چون از بیننده ها خواسته بودیم که شرکت بکنن در بحث، چند نفری نظر دادن. من یک نفر رو انتخاب کردم، آقای مرادی هستن. گفتن از این مهمان عزیزتون که در تصویر هستن، منظورشون شما هستن، آقای گلیز، میگن که بپرسید که آقا ایران رفت با آمریکا با مذاکره کرد، نتیجه‌اش هم شد برجام، آمریکا از برجام خارج شد. شما بر چه اساسی میگید که آمریکا میخواد مذاکره بکنه، ایران نمیخواد مذاکره بکنه؟ بر این اساس که این سیاست، میدونید، روابط بین الملل به همین شکله. شما به جز مذاکره فقط یک کار دیگه میتونید بکنید، اونم جنگه.
و کار دیگه ای نمیشه کرد. من مثال القاعده رو زدم، نمیدونم، فکر میکنم دیگه خیلی مشخصه این مثال که دارن باش مذاکره میکنن، چه برسه بقیه. خود همین موضوع توافق برجام، میدونی یه مغلطه است که ایشون مطرح میکنن، همین موضوع برجام که مطرح شد و توافق انجام گرفت، بعد عملا بعد یقه آقای ظریف رو گرفت که پرسش یکی از اساتید داخل خود ایران آقای فؤاد ایزدی رو که گفتش که این چیزی که شما دارید امضا میکنید با یه امضای رئیس جمهور میتونه از بین بره، و آقای ظریف خیلی با تکبری که ازشون میشناسیم گفتن که نه خیر، امریکا نمیتونه بیاد بیرون چون که 5 کشور شورای امنیت هم در این توافق هست. بله، گفت. عملا میدونید این اشتباهی بود که جمهوری اسلامی انجام داد، توافقی رو که توافق نبود، اصلا معنی نبود. چی بود این داستان؟ یک پلان اف اکشن، یک اقدام مشترک که با یه امضا شد، عملی شد و با یک امضای آقای ترامپ هم از بین رفت. من خیلی خوشحالم از این بحث امروز، چون که این دو به دوی که آقای طاهری و من از یه طرف شما و آقای نگهدار داریم هم خیلی بامزه است و همین که خیلی به نظرم مسائل رو باز میکنه برای اولین بار بعد از مدت‌ها. و موضوع مذاکرات موضوعاتی که به نظرم از همونجور که آقای طاهری هم گفتن خیلی وقت انجام میشه. بحث برمیگرده به اون تصمیم سیاسی که حاکمیت، همونجور که آقای نگهدار هم گفتن، حاکمیت باید بگیره در مورد آینده ایران. آیا حاکمیت میخواد نیروهای شبه نظامی ایران، فرزندان ایرانی که در سوریه در حال کشته شدن هستن رو، اینها رو به عنوان یک ارتش نیابتی روسیه عملاً داشته باشه که روس‌ها به صورت کلاترال دمیج بهش نگاه بکنن برای عمق استراتژی خودشون، یا اینکه میخواد بره به سمت، در این موازنه بین امریکا و چین میخواد بره سمت امریکا در آینده، در 5 سال 10 سال آینده، برای اینه که بخواد امنیت داخل ایران، هم امنیت ملی، هم حاکمیت ملی و هم نفوذ و گسترش عملا ایرانگرایی در خاورمیانه رو بتونه، این رو به عمل برسونه. چون که از نظر استراتژیک، تاکتیک رو کاری ندارم، تعداد موشک‌ها رو کاری ندارم خانم قاضی‌زاده، ولی از نظر استراتژیک شما ببینید در این چند سال چه اتفاقی افتاده. اسرائیل تونسته موازنه اسرائیل و اعراب رو در خاورمیانه تبدیل بکنه به موازنه ایران اعراب. عملا الان اعراب و اسرائیل با همدیگه یک بلاک هستن، آمریکا هم پشتشونه و این عملا شکسته. حالا میشه خیلی شعارها داد در مورد اینه که نه، ما در خاورمیانه ما به استراتژیک داریم، موشک داریم، حزب الله داریم و فلان، در صورتی که واقعیت امر استراتژیک اینه. بذارید این نظر آقای نگهدار رو بشنویم راجع به این. شما موافقید با این حرف؟ اول صحبت آقای طاهری مونده جواب بدم که ایشون گفتن که من به رهبران جمهوری اسلامی نصیحت بکنم از خر شیطون بیاد پایین. جواب من به ایشون این هست که آقای طاهری هم به این آقای جان بولتون که مدتی مسئول اومسته ای که شما هم نمایندش در اروپا هستید، ستون گیت، با شما هم مناسبت خوب داره، به ایشون نصیحت بدید که آقا این حرفی که میگن، پرانتز بگم اینجا، میدونید یه دروغ بزرگی گفتینا. چه دروغی؟ دروغش اینه که اولا من آقای جان بولتون رو نمیشناسم، فقط 3 دفعه دیدمش، یعنی 2 دفعه سخنرانی کردم. نخه 2 دفعه سلاش سخنرانی داشتم در پاریس و در نیویورک. ایشون اومده در این جلسه سخنرانی من مثل بقیه نشسته، یه دفعه یه سوالی که بله من ببین ایشون این اول در اروپا هستید و ایشون هم قبل از اینکه برن نشنال، نه حالا ببین مسئله رو میخوای شخصی بکنی روزو برای توضیح بدم، نه بذار توضیح بدم خب پس نمیذارین دیگه. استون گیت اولا نیست، گیت استونه. ثانیاً دو تا چرمن داشته، یکی آقای بولتون چرمن آمریکا، منم چرمن اروپا. خیلی. ولی من با ایشون آشنایی ندارم و من نگفتم آشنایی، من با هیچ خارجی، من با هیچ خارجی راجع به ایران صحبت نمی کنم. ببینید شما رو میپذیرید، با آقای رؤسای جمهوری آمریکا صحبت کردم، با آقای کلینتون، با آقای بوش، با تونی بلر رئیس جمهوری خودتون در انگلیسه، ولی با هیچ کدوم راجع به ایران صحبت نگفتم. شما همون دسترسی نه، خب اجازه بدید صحبتشون تموم شه بچه‌ها. گیت استون
درسته. ایشون چرمن آمریکا. بله ایشون چرمن بالاخره دو دقیقه وقت تلف شد. شما خوب بود همون اول میپذیرید آره من اروپا چرمن اروپا و ایشون هم چرمن بله بپذیرم. به ایشون حالا برگردیم به اصل بس به ایشون بگید آقا این داستان بهش میگم تلفن میکنم میگم نگهدار گفته اینا رو که این داستان که جمهوری اسلامی این ماه ماه خون است اون زمان میگفتن خمینی سرنگون است اینها داستان اینو باور نکنید من بهش تلفن میکنم به ایشون آقای گلریز هم همین رو میگم ببینید ما اگر دسترسی داشته باشیم به منابع اون طرف حالا شما میگید من با فارسی می نویسم به جمهوری اسلامی هم بارها با آقای خامنه‌ای هم نامه نوشتم گفتن به بولتون میگیم بالاخره حرف میزنم بفرمایید به ایشون بگید درسته سیاست فشار حد اکثری ایران رو تضعیف میکنه اقتصاد ایران رو تضعیف میکنه تأثیر میکنه ولی در اون اهدافی که شما اعلام کردید به اون اهداف شما دسترسی پیدا نخواهید کرد که تغییر رژیم باشه آقای بولتون رسما گفته من طرفدار تغییر رژیم هستم من مشاور آقای بولتون به من چه که به اون ببینید شما نصیحت خیر رو جاش. آدم به شیطان هم میکنه خب ببینید بحث اینه که نصیحت سر چی باشه سر گفتگوه یا چی بله نصیحت من به شما میگم شما به ایشون بگید این است که این جمهوری اسلامی و این حکومت حالا جو عوضی هست یا هرچی ماندنیست فعلا آلترناتیو هم نداره بی خود دنبال اون داستان در پاریس و اونجا نرید که بخواید مردم رو به بیراهه ببرید مردم ایران رو به بیراهه ببرید چون نیستی همچین واقعیتی به جای این بیایید پیشنهاداتی روی میز بگذارید مثل دوران قبل که اگر ایران این تغییر رو در سیاستاش به خصوص مسئله هسته‌ای انجام داد ما هم تحریم ها رو برمی‌داریم من تا الان تا امروز دو سال گذشته و بار اولم که من اومدم اینجا با شما صحبت کردم گفتم موضع اشکال موضع آقای ترامپ این هست که نمیگه چی روشن به ایران میده خب ایران مگه میگه روشن چی میخواد ایران هم گفتش اول گفتن که آقا بیاین مذاکره کنیم ما از این برجام راضی نیستیم ترامپ گفت گفتن که ما برجام رو توافق کردیم تمام شد رفته پی کارش بعد الان از برجام اومده بیرون میگن آقا برگرد سر برجام بعد میایم گفتگو میکنیم من شخصا با این موضع موافق نیستم که برگرد اول سر برجام بله حرف آقای ظریفه بعدن مذاکره میکنیم اگر ایران به متوجه بشه و قبول بکنه این رو که اساسا پدیده ترامپ یک سیاستی است که به یک جانب گرایی اعتقاد داره و با دیگران به سختی بسیار سخت بشینه با به خصوص پارتنرهای اروپایی شرکای اروپایی صحبت بکنه این به نفع ایرانه که بشینه مذاکره بکنه با اونها من این رو قبول دارم ولی بحث ما در اینجا این نبود. آقای طاهری 30 ثانیه دارین جمع‌بندی کنید. ببینید آقای ترامپ برنامه‌اش اعلان کرده 12 ماده‌ای که آقای پومپئو گفته و از قضا جمهوری اسلامی داره اینا رو اجرا می‌کنه. فقط میخواد به روی خودش نیاره و انتقاد من از آقای ترامپ و اینا اینه که این واقعیت رو در نظر نمیگیرن که بیچاره داره اجرا می‌کنه. یه چیزی بهش بدین. می‌دونید همچین این فشار رو گرفتن و واقعاً می‌خوان با تأخیر کردن جمهوری اسلامی و دنبال چی هن؟ اگه خیلی کوتاه بگید میخوان واقعا شکست کامل بهشون بدن و اگه نه الان جمهوری اسلامی این 12 تا رو وقت نداریم یه برنامه دیگه بذارین انشالله. همه رو داره اجرا میکنه متشکرم آقای طاهری آقای طاهری آقای نگهدار و آقای گلریز ممنونم که در این بحث جالب شرکت کردیم و ممنون از شما که با صفحه آخر هفته همراه ما بودید برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید پادکست ما رو هم بشنوید شب روزتون خوش